السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مهر 92، 22 سالگرد دفتر ترویج. دفتر ترویج همون 4 سوالی است که بعد از بحث‌های تلویزیون میگن بینندگان عزیز. این کار از یک کلاس به مدرسه، از مدرسه به منطقه، به شهر تهران، به همه ایران و حتی به همه شهرستان‌ها تقریبا سرایت کرده. چند میلیونی ما نسل نو داریم که اینها درسی که با تلویزیون گوشیدن دل میدن. دل که دادی بیشتر چیز یاد میگیری. اگر 30 ساعت کسی دل بده راننده میشه، اما اگر چند هزار ساعت تو ماشین بشینی دل ندی راننده نمیشه. این تبدیل مخاطبین ساده به مخاطبین جدی، این کار دفتر ترویجه که 22 سال از صفر شروع کرده و الان مبارک شده و نهادهایی هم کمک میکنن. آموزش پرورش کمک میکنه، صدا و سیما، شهرداری، افراد خیر، خیلی افراد دیگه هم هستن که بندم اصلا نقشی ندارم. یک معلم به پا خواسته، باقی فرهنگی هم کمک کردن. یک کار فرهنگی وکیل و وزیر هم توش در نمیاد، یعنی ستاد انتخاباتی هیچ که نیست، پول هم توش نیست، مأموریتی، ابلاغی، پستی. چون پول و پست و اقتصاد و سیاست توش نبوده، یک کار روش کرده، یک کار چند میلیونی. و من فکر میکنم اگر یک کسانی تو مملکت خواسته باشن کارهای فرهنگی ارزون قیمت حساب کنن، ارزون ترین کار فرهنگی و مبارک ترین کار فرهنگی اینه. یک، همه خونه های ایران میشه کلاس، چند میلیون نسل نو میشه شاگرد، نه عیاب داره نه ذهاب داره، نه رفت آمد و دلهره داره. اولاد پلو پدرش پلو مادرش نشسته، خواست میشینه، خواست میخوابه، خواست لم میده. محور بحثم قرآنه. بندم به مناسبت 22 سالگرد زمینه که تشکر میکنم از شما که بر یعنی منتخب شدگان هستید. میخوام بحث قصه جدی بگیرم ولذا به درد دانشجو، استاد دانشگاه، معلم، طلبه ها به خصوص. این بحث امروز اون بحث قلمه و واقعش هم سنگینم بود بگم، ولی دیگه استخاره کردم بگم خوب نگم بد. میخوام امروز بحث قلم خودم بگم. حالا قبل از بحث میگم بسم الله الرحمن الرحیم. 34 سال انقلاب شده، 6 سال تقریبا 40 سال پیش من رفتم زندان شاه دیدن یکی از علما که زندان بود. خودمون که بخاری نداشتیم که بریم، ولی آیت اللهی زندان بود، ما رفتیم دیدنش. پشت میله ها گفتیم آقا نصیحت کن، چیزی یادش نمیاد. دو مرتبه گفتیم، گفت همینی که چیزی یادم نمیاد بهتر نصیحته، برو چند تا دفتر بخر، بنویس دفتر حقوق، دفتر امام زمان، دفتر توحید، دفتر حق زن، دفتر مسائل سیاسی، دفتر مسائل اقتصادی، دفتر طنز، دفتر شعر، یه مش دفتر بخر بذار تاخچه، همه تو تراونیم مرا، هر چی به گوشت خورد که دیدی چیز خوبیه تو همون دفتر مربوط بنویس. ما هم رفتیم، البته خیلی از این هاست منطقه من نمونه آورده. اینا دفتره که روزای اول مخریدیم، دفتره 40 سال پیش. هر چی که اومد نوشت، این دفتره پر شد، یه تاخچه شد، تبدیل کردیم به زونکن. زونکن ها پر شد دیگه، ذره ذره اومدیم اینا رو حروف بندی کردیم در این راهنما، دفتر راهنما. حرف الف، مثلا حرف الف چیه؟ مثلا حرف بحث استعاذه، استضعاف، امر معروف، همه اولش الفه، اصلاح ذات البین، انفاق، اسراف، اهل کتاب، احتکار، آرامش، امانت، اربعین، ایام الله، همینطور حرف الف تا حرف سین صاد. ولذا یه بحثی که میخواییم الان 2000-3000 تو بحث ما داریم. اینها تبدیل شد به تفسیر نور، قسمت های قرآنش 50 تا اینا رو 48 تا 48 این دفتره رو دارم، این یکی از اون 48 تاست. تمام تفسیر نور آیه هست، ترجمهش هست، نکاتی که از 12 تا تفسیر گیر اومده نوشته. این شد تفسیر نور که این خطیش 40 تا ایناست. وسط کار تبدیل شد به اینها غیر از قرآنش. قرآن شد این
روایاتش شد این. مثلا بحث فرض کنید که انتخابم نکرده، من تو کیلوی باوردم انتخاب، مثلا بحث استعازه، پناه بردن به خدا، چه چیزای ما رو به خدا پناه میبره، چه جوری پناه بریم، معنای پناه بردن چیه، این یه بحثه. بعضی هم 5 تا بحثه. این بحثایی که الان ما کردیم، چند هزار تا بحث تو تلویزیون کردیم، هر سال به صورت یک کتاب در اومده، 50 تا از این کتابا تقریبا هست یه جلدشه، یعنی هر چی تو تلویزیون گفتیم اینجا ثبت شده. این 2 دقیقه با کبار شرمندگی گزارش کارم رو دادم برای که بحثم بخوام بگم. الکی نشینیدم تا نگاه کنید. حتی اگر یه دفترچه باشه، گاهی پشت کامیون ها، پشت وانت ها یه کلمه نوشته، او کلمه ده عجب کلمه خوبیه، کلمه حکمته. دیشب تلویزیون یه کلمه قشنگی گفت، گفت ممکنه ما از آمریکا بگذریم، اما ممکن نیست جنایات آمریکا رو شما بگید، بگید فراموش کنیم. چه حرف قشنگیه، ممکنه انسان یه چیزی رو ببخشه ولی جنایات فراموش نمیشه. خب یه کلمه هایی که ممکن شما یه ستم فکر کنی به ذهن ندن. گاهی یه شاعر یه چیزی میگه، گاهی یه شاعر یه چیزی میگه، یه شاعر یه شعر گفت، یه همچین تو استخونه ما فرو رفت. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. یعنی زندگی شیرین مانده که تکلف بزنیم کنار. یه خاطره بگم از مرحوم شهید مطهری، ایشون سخنرانی میکرد، داد میزد، حلقش خوش میشد، همچین میکرد، باز گفتم آقا آب بخور، آب بخور، گفت زشت. گفتم چرا زشته؟ خب وقت دادم حلقش خوش میشه آب میخوره. گفت آخه روبرو مردم، گفتم من رو منبر روبرو مردم نون پرده سبزی هم خوردم. گفت چجوری؟ گفتم یه روز تابستون بود، از صبح تا غروب کلاس داشتم، نزدم نهار بخورم، دم غروب جلسه آخری ضعفم گرفت. گفتم آقا من ضعفم گرفت، یا همین مقدار 5 دقیقه بسه یا یه چیزی باید بخورم. گفتم آقا میشینیم بخور بسار کنه. گفتم برای هر چه تو یخچالا بذار تو سینه بیار رو منبر. رفت یه طبقتی دوبود، ما رو منبر خوردیم، چای خوردیم، آب خوردیم، اونا هم نشستن نگاه کردن. بعد گفتم و اما دنباله بحث، ول کن بابا یه بار دیگه تکلف نیست. شما میگم نیست، شما بگید. تکلف گر نباشد خوشتوان، تعلق گر نباشد خوشتوان، قلم و کاغذ دستت بشه. بحث امروزمون بحث قلمه، اما قلم ما چند تا چیز داریم، قلم، بیان، شمشیر، اولاد، مال، پست و مقام. خدا به هیچ کدومش قسم نخورده، به بیان قسم نخورده، به اولاد قسم نخورده، به شهرت و پست و مقام قسم، ولی به قلم قسم خورده. گفته نون والقلم، نه قلم، به علم آیندم قسم بود. نه گفته نون والقلم و ما سطر، میگه نون والقلم و ما یسترون. یسترون فعل مضارع، یعنی قسم به سطرهای آینده. پیداست علم در آینده شکوفاییش بگید بیشتر میشه، یعنی قسم به ابزار نوشتن و قسم به سطرهای آینده. بزرگترین آیات قرآن آیه حقوقیه که از اول صفحه تا آخر قرآن در قرآن آیه به بزرگی نیست. چند مرتبه میگه ولیکتب کاتبون بالعدل، اگر داد و ستد میکنید بنویسید، اگر بلد نیستی بنویسی، به کاتب بگو بنویسه، کاتب ناز نکنه. ولا یعبر کاتبون ان یکتب کما علمه الله، کاتب ناز نکنه. در زمان جاهلیت که مکه یه باسواد توش بود، کل جزیره العرب 7 تا باسواد توش بود، تو یه آیه گفته کاتب ولیکتب یعلمه الله. بزرگترین آیات قرآن راجع به نوشتن هست. خب قلم چه میکنه؟ قلم، نقش قلم، اتصال قرنها، مال قلمه، اتصال تجربه ها، مال قلمه. قلم خواب را بیدار می کند. قلم بیدار را شما بگید، بگید خواب می کند. اگر قلم قلم باشه خواب را بیدار می کنه، قلم اگر خائن باشه بیدار را
خواب میکنه. با قلم میشه افکار عمومی رو به هم ریخت. یک کلمه چطور افکار با یک کلمه به هم میریزه؟ اسرائیل به لبنان حمله کرد. حالا یک کلمه، اسرائیل متقابلا به لبنان حمله کرد. یک کلمه بیشتر اضافه نشده، ولی با یک کلمه تمام تحلیل‌های سیاسی رو عوض می‌کنه. یعنی اول لبنان حمله کرده، یک کلمه، با یک کلمه زیر رو میشه. قلم سند رسمی است. تکیه بر قلم یعنی تکیه بر استدلال. تو همه صداها خدا سه تا صدا رو دوست داره. صدای چرخ پیرزن خدا دوست داره، چون قدیم پشم و پنبه را با چرخ دستی نخ می‌کردن. صدای اون چرخ خدا دوست داره. قلم دانشمند، قدیم دانشمندان با نی می‌نوشتن، نی به کاغذ می‌خورد تق تق می‌کرد. پای سرباز هم خدا دوست داره. حالا امروز صدا رو عوض کنیم، به جای صدای قلم بنویسیم چاپخونه، صدای چاپخونه. به جای چرخ پیرزن بنویسیم کارخونه. به جای پای سرباز توپخونه. یعنی تو همه صداها سه تا صدا رو خدا دوست داره: چاپخونه، کارخونه، توپخونه. یعنی چه؟ چاپخونه یعنی فرهنگ در حال توسعه است، توپخونه یعنی قوای مسلح در راه توسعه است، توسعه است، کارخونه یعنی اقتصاد در حال، یعنی اقتصاد، توسعه در اقتصاد، توسعه در قوای مسلح، توسعه در دانشگاه. قلم بس به چه مناسبته؟ 22 سالگرد کسانی است که با تلویزیون قلم دست گرفتن. تو رخت خوابتونم یعنی زیر متکا یه قلم و کاغذ باشه، چون خوابتون نمبره چی یادت میاد؟ عجب، میگی صبح می‌نویسم، صبح یادت میره، صبح یادت میره، همون تو رخت خواب بالاشو بنویس. از پاره وقتا استفاده کنیم. حالا قید العلم بالکتابه، هر کسی آخر عمرش یه کتاب داده بیرون. اصلا هم کتاب چکیده، یا یعنی کتابی که آدم یه دقیقه بخونه یه چیزی گیرش بیاد، یه دقیقه بخونه یه چیزی گیرش بیاد، چون هی لفظ بافیه. میشه آدم یه سخنرانی کنه یک ساعت طول بکشه هیچی هم مردم یاد نگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. بشر اول یک نفر بود، بعد شد دو نفر، از این دو نفر شدن سه نفر، از این سه نفر شدن چهار نفر. هیچی، دو ساعت حرف بزن، هیچی توش نیست. گاهی یه مقاله های همش آبه. یه چیزی سخنرانی کرد، از ما پرسید سخنرانیم چه جور بود، گفتم تو باید رئیس سازمان آب میشدی. گفت چرا؟ گفتم همه افراد آب بود، مثل گوشت خونه فقرار دیده، همه سیب زمینی و زردچوبه، گوشت توش نیست. حرف چکیده، حرف مایه‌دار، هر چی شنیدی کلمه طنزهایی که میشنوید. حالا قید العلم بالکتاب، حالا استمرار داشته باشه. یک کتابی داریم به نام امالی. امالی یعنی من املا میکنم تو بنویس، انشا کن، من میگم شما بنویس. امالی شیخ طوسی، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی، یعنی علمای قدیم میگفتن و شاگرداشون مینوشتن. امام رضا که میخواست بره مرو در نیشابور، نوشتن 50,000 نفر نیشابوری با قلم و کاغذ اومدن پا کاروان امام رضا، گفتن یه حدیث بگو بنویسیم. یعنی 1400 سال پیش نیشابور 50,000 نفر با سواد داشته. یکی میگیم ایران یک فرهنگ کهن داره، ما یک سابقه یه فرهنگی داریم، برای خاطر نه. 2-3 میلیون بچه پا تلویزیون میشینه مینویسه. حالا اگر پدر بچه‌م بنویسه، این بچه همه حرفاشو بنویسه، منتها کتابا با کتابای مفیدی باشه، عمر تلف نشه. خب بعضی‌ها مطالعه میکنن، نمیتون مثل آجیل خوردن، آجیل میدون تخمه که دو ساعت کشی کسی هیچ بشی، یعنی دست حرکت میکنه، لبدم حرکت میکنه، آخر سیر نمیشی. قرآن میگه لا یغنی ولا لا یسمن من جوع،
یعنی از وقت الان خوردیم ولی هیچی به هیچی. هر روزنامه‌ای، هر مجله‌ای مطالعه باید هدف داشته باشه، مبنا داشته باشه. بنویسید، حرف مفید بنویسید، از هیچی رد نشید. گاهی یک مسئله ساده مشکل حل میکنه، گاهی یه تجربه. پیرمردای داریم، نوه ها پلوش رو میگن آقا جون اصاره عمرتو برای ما بگو، اصاره عمرتو من بگو چه تجربه شیرین داری. بعضی از علمای پیرمرد پر از تجربه هستن. به طلبای جوان باید بشن میگن آقا شما یه عمری آیت الله هستی، چکیده عمرتو بگو. اگر برگردی به جوانی چه میکنی؟ تو الان مثلا چه چه بهم بگه من جز علما نیستم، جز طلبا. بگه آقای غریسی اگر برگردی 15 سالش چه میکنی؟ علمو باز کنید، قفل نکنید. چرا سی دی های ما قفل داره؟ حتی مؤسسات مذهبی قفل میکنن. حالا من گله دارم از مذهبیام گله دارم. مؤسسات مذهبی یه تحقیقی کرده قال استادق قفل میکنه، دانشگاه ما بخل میکنه. یعنی پایان نامه رو از نمیده پخش بشه، میگه یه نسخش باید وزارت علوم باشه، یه نسخش هم مال دست واقعا که پژوهش کرده. میگه خب این پژوهش میخوای کجا کنی؟ میگه تو انبار. ما ده ها هزار پایان نامه داریم که مردم میتونن ازش استفاده کنن، قفله. قانون های غلط میگن ازش بندن رونویسی میکنن، جلو رونویسی و سوء استفاده رو بگیرید، اما نه معنیش اینکه قفل کنیم. علم باید باز باشه. امام صادق چه سخنرانی میکرد، حتی مخالفین هم میمدن، همونایی که بعدن هم مکتب تعیین کردن اومدن پدرش میشستن. نوشتن، جدی گرفتن، هر چی شنیدید نقل کنید. ای کاش دانشگاه و حوزه و ما درستاش یه جور بسید که بنده که این حرف رو شنیدم شب بتونم بره مادرم بگم، بره خانواده اون بچه هم بگم. بچه ها یه چیز که یاد گرفتید فردا بره باقی بچه ها بگید. تمرین کنید اون چی گرفتید بره دیگران نقل کنید. کتاب امانت بدید. آیت الله سبحانی میگو حضرت امام میخواست القدیر مطالعه کنه، نداشت، یه جلد یه جلد از آیت الله شبیدی قرض میکنه مطالعه میکنه پس میداد. چطور به هم دیگه قرض بدیم؟ افتخار کنیم یه چیزی رو کسی دیگه از ما. اتفاقا بذارید افراد از شما یاد گیرن بگن، چون اون چه من خودم تو تلویزیون گفتم ممکنه خدا نباشه، بگن برای شهرت بود، دوربین بود، پلو بود، پول پوز بود، پول بود. ممکن روز اقامت دستم خالی باشه، من بگم 30-40 سال تو تلویزیون میگم خدا نبود تو کارت، قبول نیست. اما اگر یک کسی حرف منو رفت نقل کرد، اون حدیث امام صادق رو نقل کرده، مردم با امام صادق و سخن امام صادق علیه السلام آشنا شدن، منم دیگه نمیشناسن. اونی که نشناسه نه ذخیره قیامته، اونی که خودت میگی شاید ریا باشه، غرور باشه، عجب باشه. چون کارهای ما به قول شهید مهراب آیت الله مدنی میگه کارهای ما یا اولش خرابه با ریا، یا اول برای خدا شروع میکنیم وسط کار عجب و غرور میگیردمون، یا اول خداست وسطش هم خداست آخرش یه گناه میکنیم حبت میشه. ولذا قرآن نگفته هر که کار خیر بکنه ده برابر، میگه من جا ابل حسنه، نمیگه من ابل ابل حسنه. جا یعنی اگر تونستی حسنه دو تا قیامت ببری ثواب داری. خیلی کار خوب میکنن نمیتونن تا قیامت برن وسط کار. اگر تونستی کار خوب دو تا قیامت ببری، من جا ابل حسنه، یعنی تونستی حسنه تو تا سالم تا خط ببری، چون خیلی آدم خوبی هن ولی آخر کار خراب میشه. توفنی مسلما توفن آمال ابرار، خوب مردن مهمه، تا آخر خط خوب بودن مهمه. تبلیغ رو همگانی کنیم، هرچی که کتاب امانت بدیم. علم بی خاصیت فایده نداره. 350 تا اعوذه داریم، یکیش اینه، یعنی پناه میبرم از یکیش اینه که اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه برم از اطلاعات بی خاصیت. خب حالا حرفم دقیقه آخره، بس نوعی جدی بگیریم. امتن قائمه، قیام. ببین عاشق درس باد بشین، بره نمره درس خوندن ارزش نداره. بیام کارمون رو رنگ الهی بدیم، میلیاردیش کنیم. من یه لیوان آب رو 5 رقم میخورم، شما ببینید چجوریه. تشنه من میخورم، ها یه هنر نی، گربه هم تشنه آب میخورم. این آب خوردن بی ارزشه. 2 یه بار دیگه آب میخورم،
سلام بر حسین، یه ارزش داره چون آتشم با آتش امام حسین گره خورد، یاد امامت و عصمت و شهادت افتادم. از آب خوردن من وصل شدم به امام حسین. آب سوم، الحمدلله رب العالمین، وصل شدم به خدای حسین که آب در اختیار ما گذاشت مسیر افتاد. چهارمین آب، خدایا هر تشنه کسی را شده بر عدد هر تشنه کسی را شده الحمدلله. یعنی انسان تشنه، حیوان تشنه، درخت تشنه، هر موجود تشنه کسی را شده الحمدلله، میشه میلیاردی. ببینید این آب خوردنه، آب خوردن تنهایی گربه گنجش، آب خوردن با امام حسین با امامت و شهادت و عصمت، آب خوردن با شکر خدا، آب خوردن با شکر خدا برای هر تشنه کسی را شده. یعنی آب خوردن از فرد شروع میشه تا میلیارد. ما اشتباه کردیم تا حالا، حالا آب نخوردن. برای آب نخوردن هم چند تا رای داریم. من میدم بفرمایید. نمیخوام. چرا نمیخوری؟ من از تو بدم اومده با تو قهرم، چون از تو بدم اومده آب دست تو میگم. خب این آقا نمیخوره، قهر کرده. دو، شما، منم نمیخوام. تو دیگه چرا؟ من تشنه نیستم، میل ندارم. خب اینم تشنه. سوم، شما، منم نمیخوام. شما دیگه چرا؟ آخه چهارمی تشنه تره. ببین سه نفر نمیخوره، یکی نمیخوره قهر کرده، یکی نمیخوره تشنه نیست، یکی نمیخوره میگه چهارمی تشنه تره. زنده باد. یک یا دو یا سه بگید. سه. پس ببینید آب خوردن چهار مرحله کمال داره، آب نخوردن هم چند مرحله داره. هنر ما اینه که کارامونو میلیاردی کنیم. کار زیر میلیاردی ممنوع. زشته بگم ولی بذار بگم، حالا که ما نمیشتام نشون. مسافرت بودم دیروز، برای سفر یه صدقه گذاشتیم کنار. وقتی فقیرم نیست تا میکنم توی کیسه جدای میذارم. وقتی اینو تا کردم میخواستم بذارم تو جیبم، گفتم چرا به سلامتی تو؟ میگه باقی آدم نیستن. آخه ما به هم وصلیم. این توپولوفا که بود خلبانش روسی بود، من برای خلبانم آیت الکرسی میخوندم. گفتن بابا این کمونیست کرد. گفتم کمونیست باشه، بیفته منم میفته. شد؟ این پولی که کنار میذارم میگم بره سلامتی، دفع بلا همه موجودات. همه موجودات هستی، یعنی نهنگ هم تو دریا به کشتی نخوره. خب اونم موجوده، چرا شکمش پاره شد تو دریا؟ و السلام علیکم و رحمت الله.